یه عالمه وسیله جدید برامون رسیده. امروز باید آنباکسشون کنیم ببینیم چی ان. راشون بندازیم و ازشون استفاده کنیم. و در کنار داشلی امروز یه ولاگ روزانه باحال داریم. سلام سلام ستاره، همچین رفیقی کی داره؟ اسم هم چیزای باحالی داریم امروز. آره. آه! تاخچه یعنی آدرسو بعد اونا رو بکنیم. آدرسو شماره تلفن من و علی بود. وگرنه اگه اون بچه‌ها ببینن سوراخ می‌کنن. حروفی لوره خدا وکیلی. یادت قرض می‌کردی؟ من نور و دوربینم قرض می‌گرفتم. پول قرض می‌گرفتم. یاد آردی افتادم علی. پس انداز 3-4 ماه 60 میلیون بود رفتم آردی رو خریدم. از تفریحات و لذت‌های زندگیم زدم. داخل ماشین نگاه کن. پدالاشو ببین. نه بابا. حال کردی پدال؟ پشمام خیلی باحال شدین. بعد ببین یه کار دیگه هم من کردم. بچه‌ها این ویدیو قبلی من دهنم سرویس داد تنهایی درست کردم. ببین رگلاژی هم عقب جلو میشه. آره هم بالا پایین میشه. بعد اینجا هم تو این سوراخ هم جابجا کنی. آره ارتفاعش کم و زیاد میشه. این از این و فرمان اومده پایین. احتمال خیلی زیاد تو این بسا گیره هست. گیره های نجاری. بعد ما تخته داریم. تخته این تخته ها رو علی باید با این گیره ها خب وصل کنیم به بدنه تسلا تا بتونیم تخت صافش کنیم. ما هنوز تو این مرحله گیر کردیم. ولی خب امروز داش علی. چیه؟ من میخوام آنباکس کنم. دستگاجوش اومده. دستگاجوش سه بوده به خدا. در گنج خودش نمیپوسته علی، عاشق ابزاره. بعد ما دیروز با علی اومده بودیم، با اون یکی علی صدرایی نورا رو تکمیل کردیم. قسمت عقبی نور نداشت، خب اینا رو اومدیم چیدیم و تو کانال بنبن ویدیوشو گذاشتم. ویدیو باحالی. این خیلی سنگینه علی. وایسا وایسا دست نزن. این علی سنگینه، زور نزن علی. یه بسته کوچیکی من احتمال میدم گیرها داخل این باشن. این همون جوری که دیدید پروفیل باره. یه اتفاق باحالی که افتاده میدو چیه؟ این هم میبینید من نمیدونم چیه خدا وکیلی، چون این چیزی شده دستگاه جوشه بود. یه اتفاقی افتاد، همه اینا رو توسن برامون فرستاده خب؟ ولی دو تاش مال توسن نبود. یعنی ما به توسن گفتیم که آقا ما نیاز به دستگاه جوش و جک سوسماری داریم خب؟ گفت ما نداریم ولی از بازار رو برات میخریم. یعنی این دستگاه جوش علی و این جک سوسماری برند توسن نیستن ولی توسن برامون خریدن. دمشون گرم. خب قیمت این چقدر بود؟ چه مدلیه نمیدونم، باز کن ببینم. فانکشنه دستگاه جوش 3-2 خب؟ رو پایه 58-60 تومن پوله. نه بابا بعد این چقدر؟ اینو من نمیدونم. در 12 تومن است. اینا رو همه توسن برامون خرید. یعنی اسپانسرمون توسنه. من بهش گفتم این ابزار رو می‌خوام 3 سود برامون خرید. ما هفته پیش گفتیم الان اومده اینجا. پروفیل بار که قرض می‌کردیم واسه پروفیل بار. وای سر کمپر من از آقای یاوری بروشکار که دیروز رفتیم پدالا رو بریدیم قرض گرفتم بهشم ندادم. هی زنگ می‌زد گفت پروفیل بار رو بیار. منم هی تا زنگ می‌زدم دو تا پروفیل دیگه می‌بریدم. داداش نداشتی. بچا اطلاعات شرکت توسن تو دیسکریپشن گذاشتم. خب اطلاعات نیاز نیست، شرکت توسن دیگه. سوالی گارانتی هم ما می‌دن. گارانتی می‌خوام. گارانتی دادم. من رو انداختم روم آبیه، تو اون جعبه پر گارانتیه. بذارش ناموسن کثیف نشه، اینجا خیلی خاکیه. من باز کنم او چقدر چیزه علی نسبت به اونی که من داشتم باش می‌بریدم چقدر نوعه. و اینا سایز بندی دارن، اون خیلی بزرگتر بود. یه چیزی اینجا داره نو. که اینو آزاد کنی. اینا رو کن. برو اینه برای که دستتو نزنه. چجوریه؟ این میاد پایین. تو میاریش پایین باز میشه. بیشت. ببین این تازه آزاد شده. بخوای روشنش کنی؟ چیز میخوره علی، از این صفحه فرز بزرگا میخوره. داریم. نداره خودش. اینو باز کن چیز بذاریم. میدونه صفحه براش بذاریم روشنش کنی. داش علی از یه جایی بعد نمیدونه چه ابزارهایی فرستاده. برو تا بهت بگم. آلنا رو فرستاده. هنوز از ویدیو قبل من اینا رو مرتب نکردم. جعبه بوکس اینو که اون اول فرستاده بود. اینا رو اینجا فرستاده بود. خب این رنگ رو فرستاده بود. خب اینجا داشته اینا رو نگاه نمی‌کنه. این هم پیش گوشتی. پیش گوشتی این دوتا. صفحه هایی که فرستاده خود چیز فرستاده، خود توسن فرستاده. ولی علی صفحه برش هنگه های صاحب هن. خیلی زخنه است برش این. اینجا میشه دوش؟ همینه دیگه، سایزش اینه. خداییش حال میده خدایی، انگار ابزار خدایی. دیگه دفترچه راهنما رو خوندی و میای نصب کنی. بزن آقا بزن ببینم چه جوریه. اگه تو روزش گرم چی؟ بیا. تو منو گمراه کردی. ولی حس می‌کنم این مال خودش نیست. حس بدی دارم. خب اینم بذار روش. یه دونه بیل بیلک هم دوباره می‌خوره. این؟ آره بعد پیچش میره. اینوریه؟ فرقی نداره. یه سمت نه اونوری بذار دیگه. قرآن رو روشنش می‌کنیم. اولین چیزی که می‌خوره محافظه است. یه دونه خط میندازه روش.
بعد مثلا اونا تو چیز نشستن، تو دفتر توسن نشستن، یه گوشیشو زنگ میخوره، الو بنیامین این که شکست، اون برق ناموسن نذاشتم این کثیف نشه، بذارش این پلاستیکه، بذارش این. وقتی روز اول ابزار نو میگیری، هفته دیگه ببینم این داشمون بالا چیکار میکنه، هفته دیگه نگاه کن اون کار باشه، اون پشت افتاده، اون یکی اون بره. این چیه این کلاس؟ وای هیچ کی جرات نمیکنه بزنه. چجوری بود این دو کلاچشو باید بگیری؟ آ اینجوری نزن فشار میاد. این همون حس میکنم چیز هست، اینو باز کنم، یه سری ابزار ریز و مته و اینا سفارشتن، حس میکنم توی کارتون هست، البته یه چیزایی روش نوشته. باز کن داشت یدی نه توفنگی باد این با اون چیزه باید میومد، من آمارو نداده بودم، من باید میگفتم، من یادم رفت اینو بگم. اون یارو مخزنه چیزه پمپ؟ آره دیگه با پمپ باد این باید میومد. اینا چقدر کوچیکن که میرست. چرا انقدر کوچیکن اینا؟ من اینو 10 تا از اینا، 6 تا از اینا میخواستم، فکر کنم نیست 6 تا. واو حاجی اینجا چه خبره؟ ست مته است، یه ست مته دیگه، اینا فکر کنم مال دیوار علی، یه ست مته دیگه. این چه مته است؟ چند تا مته شد دیدی؟ گفتم واو پشما چقدر خوشگله این. آه اینو میخواستم. آه مرسی مرسی واقعا، یه لحظه داشتم میترسیدم. این همون همونه کوچیک، همینه. آره خب من تعداد از اینا میخواستم، اینا 10 تا باید باشن. این همون ابعادش. خب باشه تعدادش که بالا باشه نیازی، الان میریم نصب کنیم بهت بگم. بیا با تعداد اینا رو میخوام. زیاده برای دستشویی اینا. تراز لیزریه. تراز لیزری برای صاف کردن بدنش نیاز داریم. خب اینا هم برای صاف کردن بدن است. اوه سبز. تو کنم مادون قرمزه. ببین دو نوع داشت، تراز لیزری سبز داشت و تراز لیزری قرمز. من سبز رو گرفتم. حاجی اینا رو باید یه جوری نگه داریم این ابزار رو، خیلی زیادن. ببین اوه این میچرخه. خب باید تراز لیزری حاجی 3-4 جهت داره، بالا میده وایسا یه دونه تمام چیزو میده. این چیه؟ اوه این اندازه کردنشه. چرا همچیش سبز؟ هشمام اینجا رو بگیر، ببین میزنی اینا قفل میشن. اینا قفل دیگه تکون نمیخورن. نگار دیگه مثلا این برای اینکه خودش رو تراز کنه. بدش من اگه روشنش کردم چی؟ یه دقیقه وایسا. هنوز میخواد فرصت بگیره. زمان بده من سه سوت روشنش کنم. هند لاک آن لاک. هند لاک آن لاک. باتریاشو به قرآن برعکس زدیم. نگیر نگیر نگیر. یه باتری رو درست کنم. بعد نگاه کن رو دلش زده منفی و مثبت قشنگ. بیا نگاه کن. منفی مثبت درش رو نگاه کن. میگم بابا ما اونقدرم چیز نیست. آخرش خودم فهمیدم. بهش گفتم روشن نکنی. نه وایسا. الان میخواد اکت تعجب بیاد برای تو. نه اکت تعجب نمیخوام بیاد. میگفتش که روش نمیشه فقط با اینک قابل دیدن. نه ببینید داش بنیم. آقا شما میبینید؟ بگیر رو شلوار تو. آره. بذار با اینک بزنم. اوه با اینجا آره با اینک بهتر پیداه. آه میاد رو بغلی. ببینم میزنی حالتش عقب عوض میشه. اینجوری میگیره رو بغل. اینو بعد رو بالا یالا. ولی این چیز میچرخه این. یا ثابت 360 نمیچرخه نه. ببین الان قفلش کردم نگاه کن. نه نمیشه داداش نکن. حاجی این مگنتیه. میشه زدش به دیوار سوله. آخ 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 آخ. مگنتی. آه مگنت ندیده شد. بزن. بزن. اه کجه؟ نه خب این هم این چیه؟ تو اینو که اینجا گذاشتی الان باید قفلشو باز کنی؟ خودش ترازی نباید داشته باشه؟ خودش خودشو تراز کرد، من قفلو باز کردم، الان قفلش میکنم بعد دوباره دکمه رو میزنم بازم کرد. دیوار کجه بابا؟ بیا نگاه کن، آه قفلشو باید باز کنی. آه قفلشو که باز میگم، قفلشو که باز میکنی بچه ببین اینه. نگاه کن. آره نه یه کار دیگه ببین، ما الان مگه نباید تست داره چیز کنی؟ تراز کن. بزن ترازش کنم. خاموشش کن. خب نه اینو باید گفتش کنی اول. بذار اینو بزنم. اونه الان قشنگ کار رو میتونی تراز کنی دیگه. چجوری میخوای تراز کنی؟ بگه افقیه رو نکن. خب حالا اینجا رو میخوایم. کجا رو؟ بده داشبورد رو نگاه کن.
این خط افقی قشنگ تو میتونی نگاه کن، قشنگ کجه، میتونی حس کنی یعنی چیز شاسی کجه. حالا کجا معلوم کنه کج نداده بودی؟ نه دیگه، اینکه تراز میشه. نگاه کن تو اینو بچرخونیش هم یه ذره، در حد یه ذره، این خودش رو تراز میکنه. اینو باید روش فکر کنیم. آره این باید یه تحریرش بریم، فکر کنیم تا ببینیم چه جوری میتونیم ازش خوب بهره ببریم. اینو دیوارم ببینم داشت دیگه. انقدر فنی هستی فرامتی دیوار رو منو بفهم. ببین از هر کدوم دو تا برامون فرستادن، دو تا ست دیواره. خب دو تا ست آهنه. دو تا ست آهنه. واو که اینا خیلی کیفیتش بالا، اینا به هیچ عنوان نمیشکنه. بس از با سودن بغل بگیرم. بعد اینجوری یه نگاه کن چقدر خفنه این جک سوسماری. ما الان با این ابزار و سطح امکاناتی که داریم پرایدر رو اینجا باید بازسازی میکردم. یه جک سوسماریه با برند چی؟ چند تونه؟ هاردکسه. واو چه کیفیت و بیا. یه دونه میله زرد داره، یه دونه میله زرد دیگه هم داره که اینجاش فومیه. این سنگینه. نه این خب چرخ داره دیگه، تو ورزشگاهی. واه واه این زیر کاره. خب اینا رو باید در بیاریم، این زامنه رو. اونی که چهار تا یه سرش اونه، اون میخوره. چقدر کیفیتش بالاست. وایسم روش برم بالا ببینم. شاید باورت نشه ولی من ندیده بودم انقدر با کیفیت. داداش با پا رفته خوب کثیفش کردی. اوه قلنش کرد. چه سری میاره بالا. یه سوالی. بریم زیره دیویسیش بزنیم چجوریه. آره این بالاتر از ده میلیون پولشه. یه خور بیا عقب‌تر. حالا برو. خارجیه؟ تو ببین الان اینجا همش خارجی نوشته. من سر این حال کردم. خب بریم برای بعدی. بعدی این یکیه. چقدر وسیله نگاه کن. بچه‌ها اینا رو باید ببندیم. علی امروز این چوبا رو باید ببندیم. من اینو فیکسش کنم تستر. بچه‌ها تا آخر ویدیو بیاد. اینو باید فیکس کنیم. واقعا این حرکتشون رو دوست داشتم. زنگ زدن گفتن چی می‌خوای؟ گفتم دستورش می‌خوام، چیز دیگه نمی‌خوام. خب بعد دو روز بعد زنگ زد گفت که برات خریدیم، باید بیاد پیش ما تاییدش کنیم بفرستیم برات. ولی انتظاری که من و علی داشتیم یه چیزی بود که باید با نیسان بیاریش. آره من گفتم خیلی بزرگه ولی این یه ذره است، بقیه چیزا شور. ابو ببین یه مفتوری باید توش بزنی که همون جوششه. خب اینا چی همینا. ببین این یکی اتصال منفیشه، بعد اینجا یه دونه رول میخوره علی. آه رول سیمه میخوره، دقیقا مثل پرینتر سبودی. از اینجا میاد، از توی اینجا باید ردش کنه، اینجا میاد میره تو تورچش. خب بعد تورچش بازم باید بهش بدی، گاز سبودی باید بهش بدی. تورچشو که دکمهشو میزنی هم سیم میاد هم گاز میاد، بعد جوشکاری انجام میشه. تقریبا مثل جوش برقه ولی خب گاز CO2 هم داره، نقطه ای تر حرارت میده مثل جوش برق نیست که کلا داغ میکنه همه زندگی. خب اون چی شلنگه چی؟ اون سیمشه، کابله اون کابلشه هیچی برق. خب بزن. پس اینو از کجا باید تهیه کنیم ما داداش؟ یکی این رو اینکه کپسول ما باید بخریم، ولی الان 7 8 تا پول کپسوله. اینم شلنگ کپسولشه، لنگم دستشون درد نکنه. روش بود وسیله هایی بود که داخلش هست برای گاز و دو تا بست و اینا. خانم من دارم اشتباه میکنم، نمیدونم یه چیزی باید باشه دکمه داشته باشه، این رو نداره انگار. ببین یه چیز باید این رو مثبت بخوره، اینم اینجا بخوره، این چی نداره، همین هست. احتمالاً ترشاشون روش نیست، باید جدا میخریدیم. رسیدیم به این گیره ها که البته من خودم گفتم سایز کوچیکی بداری، فکر نمی‌کردم باید کوچیکه، ولی خب کار خودمون رو میندازه. همونطوری که دیدید بدنه تاب داره. آداش علی دیدی که تاب داره؟ آره من دیدم. سطح رو باید شیشه کنیم. آره با این گیرای کارو چیکار می‌خوای کنی؟ اون چوبا خودشون تاب دارن. من می‌بریمش همایش، میگه چرا ماشین تاب داره؟ حقیقتاً چوبایی که خریدیم به من نه بیش خب چوبه هم تاب داره الان. اوه صافه، الواره تاب داره. اینجا خب تاب که نشته باشه شله جون نداره. بابا اینو بعد یه چیز دیگه می‌گرفتیم. چقدر قوس داره این چوبه؟ قوس آه اون که رفته بالا فهمیدم، میدونم اینا بسا اینجا باید زیرش به مقدار لازم دیگه. اینجا باید زیرش چیزی بندازیم چون اینجا گیر میکنه رو بردنه. چیه خب؟ خیلی باله خورده به وقت بده. آقا یه چیز جالبی ما کش کردیم، ما اگه اینو اینجا فیکسش کنیم، فیکس کن مثلا فیکس شده. خب اون برا فیکس کن تو. چوبه خم میشه نگاه کن. چوبه
یعنی چوبه حالت بدنه رو میگیره تا بدنه حالت چوبه. قرار بود بدنه حالت چوبه بگیره برعکسه. اینم ما بعد آره دیگه قوطی دو در دو چیزی دو تا می‌ذاریم. بابا بازم کج میشه، بذار تست بزنیم. داداش ما آخه این چوبا رو کلا رفتم خریدم برای این کار. میتونی حالا یه دونه دیگه کمپر باش درست کنی تا. ولی این مثلا اپوش محل ماج نگاه کنید قوزو. صاف میشه دیگه. آخ صاف شد. ببر بالاتر. ببین این تختی رو من گرفتم. علی ما این تختی رو نداشتیم یادته؟ آره این کج بود کلا. یه ذره صفر کن، یه ذره صفر کن. تاشه. اینو بعد می‌بردیم بالاتر فیکسش می‌کردیم. اونم خب بیا اونو صفرش کن. اونم تا ته. این فاصله رو ببین. برو. دیگه داره تخته میاد. هر دیگه قشنگ داره آهن میاد بالا. آهن داره میاد بالا. قشنگ معلومه آهن داره میاد بالا. ولی اینجا رو نتونست قوسشو بگیره چون اینم ما قوس داشتیم. اون چون می‌دونی چون خود تخته شکم داد اونجا. اون تخته شکم داد. ولی اینجا رو صاف کرد. ببین الان نگاه کن. اینجا تخته تخته. ببین اینو میگی دیگه. قشنگ صافه. آفرین. صافه صافه. آره این کج بود اون روزی که کج پر بود. آره شیب داشت اینجوری. آفر الان صاف صاف شد. فقط این باید اینجا رو هم صاف کنیم. یه دونه دیگه چیز میتونیم بزنیم اینجا علی. بعد ما این شکلی که علی فیکسش کردیم کامل بدن رو فیکسش کردیم بعد باید داخل جوشش بدیم. گرفتی؟ ولی الان این مشکل داره. این باید درست شه. باید دو تا دیگه هم ببرم برش بزنیم. پروفیل باید بخری. حالا نگاه کن. باید پروفیل بگیریم. پروفیل چیا کم داریم؟ یه تورچ دستگاهه. تورچ دستگاه باید زنگ بزنیم به خود شرکته خب؟ مال خودشو برام بفرسته. یه چیز دیگه نخریم بهش نخوره. یک سیمشو باید بگیریم و اینکه من کپسول باید بخرم. کپسول 7 میلیون پولش. کپسول؟ کپسول 3.2. بعد چی کارت دارم؟ یه اتفاق جالبی که افتاد الان ما اینو که آوردیم حالا اینو تخت کردیم خب اینجا هم خودش میزون شد. آره دیگه خط طرف... امتداد هم در اومد. آره میزون شد امتداد این هم در اومد حتا الان اینا همشون توی یه راستا هم ستایی رو هم دیگه بزنیم. این نگاه کن قوریش اینجا دیدی؟ نه نه اینجا شکم داره. چرا ما به نه نذاشتیم اینا رو؟ اسکول بازی در آوردیم. نکن اینجا یه خورده فاصله داره. بچه ما اینو گذاشتیم الان نگاه کنید این تخته حالا یه خورده خودش قوس ورداش ولی خب حالا جاش اگه پروفیل بیاد داریم تست می‌کنیم چی میشه. الان تقریبا این طرف داره صاف صاف میشه. قوریش اینه. ببین الان اون قوریارو هم می‌دونیم مثلا پیدا کردیم. این باید بیاد عقب تا صفر بشه. ولی خیلی خوب فیکس شد. اینو درسته که درست کردیم. ولی این دوباره با این یکی نیست الان. اینم باید یکی باشه دیگه. من میگم پروفیل 6 متری بگیریم بذاریم سرتاشو یوف میکشه درست. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم ها. خب چون یه بحث دیگه هم هست فقط میزون شدن این با اون جلویه نیست. اینم با این باید تخت باشه. این تخت باید باشه. نگاه کن میدونی این تیکه رو ما باید از این چیزا استفاده کنیم علی. تخته باید بذاریم. الان همین تخته هم جواب اونو میده. الان این سقف ستون جلویه رو نگاه کن به نسبت ستون عقبی ببین چقدر زاویه دارن نسبت به هم. او نه نکن یعنی آفرین این بر باید بیاد بالا. این باید بیاد نه این باید بیاد بالا. همین یه دونه که به هم بخوره اینجا رو بگیر. آره اینجا صاف میشه. اینو میگی؟ آره میره تو همون این باید اندازه‌اش درست شه. الان ما اینو که مثلا تخته اینو که آوردیم بالا اینو که آوردیم بالا این طرف هم اوکی شد. اینجاش هم اوکی شد. این که اومد بالا ولی این خیلی خوب شد. واقعا تخت شد. این آره این کج بود. تخت شد. حالا میخوای تست کنی آبم میتونی بریزی و نکودم بریزی. این همش قوس داره و چیزه. نه آب بریزی و نکودم برمیره پایین. قبل از این که ما بخوایم این کارو بکنیم میدونی باید چیکار کنیم؟ ما باید شاسی رو تراز کنیم. با تراز معمولی شاسی رو تختش کنی. ما شاسی رو ممنوع قرار میدیم. شاسی رو تراز میکنیم. تراز اوکی صفر. خب بعد با اون لیزریه میایم بقیه قطعات هم دوباره تراز میکنیم. ما تراز معمولی هم میخوایم. آره دیگه تراز معمولی قرار بود بفرسته توش نبود من گفتم دیگه. آره بنایا دو سه تا از اونم میخوایم. تراز میذاریم دو تا این بر دو تا هم اینجوری آها که میزون درش بیاریم. قشنگ یه دقیقه اوکیش میکنم. اگه بخوام الان ما الان فردا میخوایم 4 تا تراز میخوایم فردا بخوایم کار انجام بدیم. بچه‌ها من از این ولاگا میگیرم چون واقعا دستم بسته است نمیتونم یهو مثلا بیام اینو جوش بدم یه ویدیو بگیرم چون گفتم طول میکشه. الان قیطه سفارش دادیم 10 15 روز من منتظرم. من هیچ ویدیویی ندارم بگیرم. مجبورم یه سری ولاگا این شکلی بگیرم. پس ما فردا شاسی رو باید تراز کنیم. ادوات اینو راه بندازیم، دستگاه رو راه بندازیم، پروفیل بخریم، اون پروفیلای اونو بیاریم. همه اینا رو باید بیاریم، خوردشون کنیم که برای زمانی که می‌خوام داشته باشیم. اون کشا اونجاست. می‌بینی چقدر دنبال اون کشا گشتم؟ ما باید یه کار دیگه هم بکنیم. ما سوله رو باید مرتب کنیم برای فردا فصلا دوشری هم داره میاد. یواش فقط یهو ول نشه قطعات. پس یه دونه دیگه بزن.
نه نزن شلش کن بیا پایین، آهن ماهنش داره جابجا میشه. آشغالی شده دیویسیش من، انقدر این دیویسیش زحمت میکشه. شلنگ بیشتر نرسید، خواستیم تا اون پشت بریم چیز کنیم بشوریم. عجب جکه، واقعا من سپاسگزارم برای شرکت دوزن، اصلا خیالم همه چی راحته دیگه. آجی ببین چه بزرگی اومده. چه میکنیم؟ داریم شستشو میکنیم، بیا کارواشه رو در عرض دو روز بس بار استفاده کرد. خوراکی اردی آخ جون مندونه قاچوندم. سلام مرد تو داشتی؟ میدونستی داشتی مدرک جوش سواده داره؟ خدا وکیلی؟ غلط کردم با مال چند سال پیشه، سال 97. ببین میتونی باش کار کنی، الان سه محورش رو فعال کردم. نه چیزش نیست، پیداش کرد. پسرای ابزارباز رو نگاه کن، اینا همه پسرایی هستند که ابزار دوست دارن. آنباکس میشه گرم؟ آنباکس کن دیگه. آره درسته، میتونی اوکی کنی. اندونه و قویمه چا آقای، یعنی خدا خیرت، انقدر گوشم بود طبق معمول. داشتم اون وقت که زنگ زدی داشتم اندونه قاش میکردم، بعد زنگ زدی گفتم بعد بگم. داشتی داره عشق میکنه، همینجوری داره ابزارا رو میبینه. پس 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 مته خوبم فرستادن. آره آجی من این مته ها رو میشناسم، کار کردم خیلی خوبه. این دوره اصلا فرستاده که هیچی کنم، ولی این خوبایی کنم. بچه ها کف رو به وسیله داشتالی های مهربون و فداکار تمیز کردیم. بعد داشتالی این ور داره چیز میکنه، داره اینا رو میشوره، میشنه ترتمیز میکنه، کنده نمیشن. ناموسن وقتی این کرکرا میزنه اینو همون اول بکنید که اینجوری نشه. هیچ کس اینا رو نمیکنه. دنبال چی هستید؟ از اینا چی میخواین؟ این کف کامل تمیز شد، بریم برای فردا و روزای آینده. این داشتی میزو چقدر تمیز کرد، نگاه کن همه اینا رو مرتب کرد، خوشگل. خودش اینجا مرتب آراسته زیبا. داشتی گذاشته پاشا. امروز چه روز پرباری بود. بیشتر از این آی سراخ شدم. دیر شویم کردن. کارواش نیومد ما تا اونجا رو تمیز کنیم، وگه نه اونورا همه کثیف کثیف فنه میکنن. کامنت ها رو من کلا میخونم، خیلی کامنت داره. یه سری یه حرف بالی زد، گفت این درزه که چپ شد از تمام محصولات ایران خودرو زایبا بهتر وایزه. خب ببین نقشه است دیگه، دستگاه وقتی میذاری چپ میشه، ولی خب خداییش هم آره دقت دستگاه بالا بوده که اینجوری شده. بعد کامنت های دیگه که خونده بودن همه تشویق کرده بودن، همه اصلا من میام وقتی حالم بد میشه میام کامنت ها رو میخونم چرا من حالم خوبه. یه نفر گفت از زمان آردی که حالت بد شد الان حالت خوب شده، به خاطر کامنت های خوبه. بعد واقعا تاثیر میذاره. حالا من سعی کردم خودم این کامنت ها رو بخونم و کامنت ها رو مثبت کنم، یعنی محتوای ارزشمند درست کنم، چرت و پرت نباشه که وقتی میام کامنت ها رو میخونم حالم خوب باشه، یعنی راضی باشم از خودم. حالا بازم میگم این محتوای این چند وقت من به سنگینی این محتوای نصب این مثلا قطعات نبود یا طراحیش نبود، به خاطر اینکه دست من بسته شده. یعنی خب دیگه دست من خارج قطعه نمیفرستن، دست میروشه نیومده بود این همه مدت، ولی خب دوباره اوج میگیره ویدیوهاش، نگران نباشی. رو اوکی میگه. یه سری کامنت ها خیلی حق گفتن، گفتن که چرا انقدر دوب میگی، انقدری که دوب میگفتی رو اگه بهت 1 دلار میدادن الان تریلیاردر شده بودی. خب واقعا چالش من برای این ماشین و سختی من برای این ماشین ساخت دوبلاش بود. چرا؟ چون اولین بار بود دوب طراحی میکردم، ولی بدنه و طراحی و اسکن و اینا هزار بار من طراحی کرده بودم. خاطر همین این کلمه دوب هی بچه ها گفتن چرا اینقدر میگی دوب دوب، میگم چالشم بود. دوبله دیگه دوتایه دیگه، دوتا سیست که میان رو هم میشه دوب. اینجا رو من اینو می‌خواستم بگم، باید با دوبلش ببندیم، بعد اون گیره هر رو بزنیم، که چون الان ما الان اینو گذاشتیم خود دیگه دوبلش نمی‌تونیم بزنیم جوش بدیم، دوبلش باید بخوره جوش بخوره دیگه. اینو باید بذاریم با دوبلش، همینطور اینها هم باید با دوبلشون بخورن که بعد ما جوشش بدیم در جا، میدونی؟ ولی یه سری جاهاش دوبل نداره، مثل اینجا. ما اینجا دوبل نداره و من نتونستم براش طراحی کنم چون که مشکل داشت، یعنی هر کاری کردم نتونستم نقشه بگیرم. این یه سطح صافه، این صاف نیست، این دوتا نسبت به هم زاویه دارن. همین که زاویه دارن، همین که عقب و جلو هم، بعد نرم افزار نمیتونست ورقو بده. من هر چی این دستورا رو چک می‌کردم
ورقه به مشکل میخورد، گسترش من نمیداد که اینو به اینجا من وصل کنم که نخوام الان رابط بگیرم، ولی در کل ما باید ته کابینو ببندیم، یعنی اینجا باید بسته بشه، اینجا مثلا تا روی باک اینجوری یه ورق میاد میره کف و صندلی اینجا قرار داره، اینجا حالت سطح شیب داریه که تو میتونی وسایل بچینی، یعنی مثلا چه میدونم وسیله چیزی داری بچینی اینجا، میزو روشنی مرتب کردین. رضاه، علی رضاه، من بهش میگم علی، من باید یاد بگیرمش میگم رضا. افسرای توسن همه اینجا سرتون درد آوردم. یه نکته دیگه در مورد توسن، هیچ انتظاری از من نداره که من تبلیغش کنم، یعنی من میام ویدیو میذارم خودم، یا شرمنده شدم میام ویدیو میذارم. گفتم بدونید که اینا تبلیغاتی نیست، خاطر اینکه ابزار فرستاده و زیاده، من موقع آنباکس کنیم و مثلا چیز کنیم به شما بگم، خاطر همین دیگه ویدیو هم میگیریم دیگه. پس فکر نکنید که من مسئولیتی دارم فلان، اصلا من آزاد گذاشتن، فقط میگن زنگ بزن بسیر چی میخواستی بفرستیم. آقا میزو ترتمیز کرده اینجا، متاهایی بود که امروز باز کردیم، دست و جوش بود، اینم که تراز لیزریه بود، این ابزاری بود که خودم خریدم، این ابزاری بود که توسن فرستاد، ولی کاش اینا رو تو هم نمیذاشی چون من از این عددهای این استفاده میکنم. کدوم؟ عددی خب ببینم چند به چند دیگه. بعد اینورم که اینی که توسن برام فرستاد روی میزیه، این مینی فرز توسن خودم خریدم، اینه اون موقع ما علی این مینی فرز رو من خودم خریدم، موقع با توسن دیسکانکت بودیم، ولی من توسن خریدم، یک خورده پول اینو دادم. اینجا همه اینجا خوشگل چیدن، علی چیده، یعنی نگاه کن دستکشو خیلی مرتبه. علی بیشتر بیا اینجا، این جکا رو زدیم، همه چی شسته شد، نورا رو اوکی کردیم، دست بچه ها درد نکنه. قدر رفیقای با معرفتتون رو بدونید. مرسی که ویدیو رو نگاه کردی، مشتی باشیم مردم دار، خدافظ. خدافظ.